احساس و اندیشه. فعلا ما در این فراز اول اصل این که جهان واقعیتی است عینی و این که برای انسان قابل شناخت است رو بیان کرد. حالا انواع شناخت رو میگیم: احساس و اندیشه. نخستین آگاهی های انسان از جهان از راه حواس به دست می آید، آنگاه اندیشه او به کار می افتد و با تجزیه و تحلیل و جمع‌بندی آگاهی هایی که از راه حس به دست آورده بر بخش های دیگری از این واقعیت گسترده آگاه می شود که مستقیما در قلمرو حس نیست. ما در بحث شناخت در این فراز دوم مرحله جلوتر رفتیم. بعد از این که گفتیم انسان میتونه از این جهان آگاهی هایی به دست بیاره، میخوایم ببینیم از کدام راه این آگاهی ها را به دست میاره. یکی این که میگیم نخستین آگاهی هایی که انسان از جهان به دست میاره از راه حواسه. این جای بحث هست، بعضی ها چنین میگویند و چنین میاندیشند که به جز حواس راه دیگری هم برای آگاه شدن انسان بر جهان وجود دارد. ولی تا اونجا که ما اطلاع داریم اولین آگاهی ها از راه احساس به دست میاد، از راه حواس به دست میاد. رابطه آگاهی بخش انسان با جهان، با احساس و کار حواس آغاز می شود. هرچند همراه با این احساس آگاهی های دیگری از درون انسان بجوشد. این که ما گفته ایم نخستین آگاهی های انسان از جهان از راه حواس به دست می آید، نفی کننده این نظر نیست که بگوییم همراه با این آگاهی هایی که از راه حس به دست می آوریم آگاهی های دیگری در درون انسان می جوشد که اون آگاهی ها از راه حس به دست نیامده. میدونید که برخی از اندیشمندان بر این نظرند که انسان تنها اعراض
عرضها و ظواهر اشیاء را میتواند درک کند و انسان قوه دراکه جوهرشناس و گوهرشناس ندارد. کانت اینطور میگه. بنابراین مسئله این که انسان با حواس خودش کدام بخش از این واقعیت عینی را میتواند بشناسد یک مسئله مهم از مسائل بحث شناخت، خیلی مسئله گسترده‌ای هم است. ممکن است، بنده فعلا به عنوان ممکن است میگم و عبور میکنم، ممکن است کسی بگوید که همراه با کار شناخت ظواهر و اعراض یک جسم که از طریق حواس به دست میاد، یک قوه شناخت دیگری هم در درون انسان به کار میفته که باور میکند که این عوارض همراه با یک جوهر هستند. مثال، شما به این دست من می نگرید، می بینید خالی است. حالا می نگرید، می بینید این دست چیزی در دست منه. با چشم و با حس شکل این، رنگ این رو می یابید، می فهمید. همین حالا اگر باوری در شما برانگیخته شد که این شکل و رنگ سوار یک واقعیت عینی هستند که او جوهر است، جرم است، این فقط شکل و رنگ نیست، جرمی هم با این هست، اگر این باور در شما وجود اومد، این معناش اینه که شما با اولین ادراک حسی از طریق حواس شکل و رنگ این را یافتید و از بکار افتادن آن قوه دراکه درونی که همزمان با اینم بود چی یافتید؟ جرم را. این یه بحث پیچیده تحلیلی داره در بحث شناخت، اصلا ممکنه رد بشه با مقدماتش، ولی ما در اینجا فعلا در صدد نفی او نیستیم. ما همینو میخوایم بگیم، ما نه اینو الان نفی میکنیم و نه اثبات میکنیم، نه میپذیریم و نه رد میکنیم. فقط خواستم یادآوری کنم که اون چه ما اینجا میگیم نخستین آگاهی های انسان از جهان از راه حواس به دست میآید، معناش نفی جوشیدن یک آگاهی دیگر همزمان با اون در درون انسان نیست. باز بعضی ها می گوین که انسان خدا را قبل از جهان می شناسد. در عالم الست و در عالم زر انسان خدا را شناخته و بعد اصلا این حرکت ها رو طی کرده. لذا ما اینجا گفتیم نخستین آگاهی های انسان از جهان، یعنی ما خواستیم باز به اون بحثم نپردازیم، اون بحثم باشه برای همون
بحث‌های دقیق ظریف عرفانی رو شناختیم. باز بعضی ها میگوین انسان، خوب دقت کنید این رو، بعضی ها میگوین انسان قبل از اون که احساسش به کار بیفتد از وجود خودش باخبر میشه. بعضی ها دیگه میگوین نه خیر، اصولا انسان از وجود خودش هم با اولین احساس باخبر میشه، تا یکی از حواستش به کار نیفته حتی از وجود خودش هم خبر نداره. این دو نظره. باز ما وارد این بحث هم نشدیم، چون در اینجا وقتی گفتیم جهان به همون اصطلاح معروف گفتیم، یعنی فعلا یعنی بیرون از انسان. بنابراین این عبارت نخستین آگاهی های انسان از جهان از راه حواس به دست می آید، روی کلمه به کلمش دقت شده و شما هم دقت کنید. بر این اساس می‌خوایم بگیم که برداشت ما، مطالعات ما این است که تا حواس انسان به کار نیفتاده انسان از جهان بیرون معرفتی ندارد. این معنی رو میده، یعنی ما بر این باوریم، میگوییم تا اونجا که ما مطالعه داریم روی انسان و جهان و مسئله شناخت اینجوره. نه از چه نظر؟ یعنی باز میگیم ما میگیم انسان گنجینه معرفتش را با کار حواس آغاز میکند. معناش اینه، یعنی قبل از این که شما حواستون به کار بیفته از موجودات دیگر هم اطلاعی ندارید، یعنی تا اونجا که ما خبر داریم و تا اونجا که ما به عنوان یک نقطه آغاز قطعی میگیم. دقت کنید، معنای این جمله اینه که تا اونجا که برد معرفت و اندیشه ما با استفاده از مطالعات فلسفی و مطالعات قرآنی نشون میده، نقطه آغاز معرفتمون وقتی است که اولین بار حواسمون به کار افتاد. این بدون معنا نیست که ما بگوییم پیش از اون هر گونه معرفت محال است. این بدون معنا نیست که بگوییم پیش از اون هیچ گونه معرفتی نیست. میگیم اگرم معرفتی انسان قبل از حواس دارد ما از اون اطلاع نداریم. لا بل لا تعلمونه، ما هم به همون استناد میگیم دیگه، میگیم والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده. مال بعده، مال نه رب داره یا نه، مال بعده. حالا اون یه بحث بعد میخوایم ببینیم این شناخت، این معرفت خدا از طریق فطرت قبل از اینه که حواس انسان به کار بیفته یا بعد. سوال اینه. ولذا ما گفتیم اینجا ما از جهان میگیم، فعلا از خدا بحث نمی کنیم. ما دو چیز اینجا گفتیم، گفتیم یکی این که ما از خدا بحثی نکردیم اینجا، موضوع بحث ما اینجا چیه؟ شناختی که انسان از جهان داره، او خالق جهان است، اینو عرض کردیم. دوم این که اگر ما بخوایم به ظاهر اون آیه اخذ کنیم، میتونیم بگیم که ظاهر آیه این است که میگه لا تعلمون شیئا، و اگر خدا را شی بدونیم بگیم شیئون لا کل اشیا،
چیزیست نه مثل چیزهای دیگر. بنابراین ظاهر آیه اینه، ولی ما فعلا وارد این بحث نشدیم به خاطر همین ظرایف. فقط اینجا توضیح دادیم که تا اونجا که برد آگاهی ما بر اساس معارف فلسفی و اسلامی و قرآنی اجازه میده، میگوییم انسان کار معرفتش را با چی آغاز میکند؟ با حواس. فقط گفتیم توجه کنید که این معناش این نیست که تمام ادراکات ما حسی است، نه، ممکن است هم پا و هم زمان با ادراک حسی یک ادراک هم در درون بجوشد. این یه بحث مهمی است در رابطه با بحثی که با کانت داریم در مسئله شناخت، تذکر دادم فقط. خوب، پس این مسئله حواس، این مرحله، یک مرحله از شناخت را نشون داد حواس. خود این مرحله چند مرحله است؟ مرحله احساس، مرحله ادراک حسی، که این احساس و ادراک حسی باز مراحلی داره. یعنی شما همین دیدن که میبینید، همین لمس کردن که میبینید، این کارش یه مرحله ای نیست، این خودش چند مرحله است تا میشه احساس. وقتی احساس شد، باز تبدیلش به ادراک حسی خودش چند مرحله است، اینا مراحلی داره. ما فعلا در اینجا در سرد تفصیل بحث شناخت نیستیم و نخواهید باشیم. عرض کردم این وقتی معناش اینه که ما به جای اینکه بگیم یک دوره مواضع داریم، معناش اینه که یک دوره بحث شناخت داریم و تحقیقا هم تا آخر سال طول میکشه. فعلا تا این مقدار. بعد اونگاه اندیشه او به کار میافتد. مسئله مهم اینه که انسان یک مقطع از شناختش احساس و ادراک حسی است. مقطع بعد اندیشه است. اندیشه یعنی چه؟ اندیشه بدین معناست که آگاهی های حسی آبستن آگاهی های بیشترند و اون چه می تواند این آگاهی ها را بارور کند و بار و بری را که در دل اونها نهفته است به دست انسان بدهد، اندیشه است. تفکر. انسان هنر بارور کردن آگاهی های حسی را دارد، اون هم با برد وسیع. نه تنها آگاهی های حسی، بلکه آگاهی های بدیهی دیگر که اونها در ذات انسان نهفته است. از چه راه؟ از راه تجزیه و تحلیل، ترکیب، جمع‌بندی و استنتاج. کار ذهن، یک کار ذهنی است، یک عمل ذهن است. نقش فکر و اندیشه، نقش این عمل ذهن این است که یک ادراک به دست آمده از راه حس را تجزیه و تحلیل می کند، به مواد اولیه برمی گردد.
بعد از اینا یک ترکیب میسازد یا چند تای اینا رو با هم دیگه ترکیب میکند، یعنی خود اینها را یا عناصر تشکیل دهنده اینها را با هم ترکیب میکنه و بعد جمع بندی و استنتاج میکنه. این کار ذهنه. پس از دستیابی انسان بر آگاهی های اولیه که از راه حواس به دست می آورد، یا همراه با این آگاهی های حسی در درونش می جوشد و رخ نشان می دهد، ذهن انسان این توان را دارد که این آگاهی ها را تجزیه کند و به عناصر نخستین تشکیل دهنده به جای بمیگیم بر و بر عناصر نخستین تشکیل دهنده این آگاهی ها آگاه گردد و سپس این آگاهی ها یا چند آگاهی و سپس چند آگاهی به دست آمده از راه حس را یا چند عنصر گوناگون تشکیل دهنده آگاهی های حسی را پهلوی هم بچیند، ترکیب کند و از این راه آگاهی تازه‌ای به دست آورد. الفکرو یا والفکرو حرکتون الى المبادی و من مبادی الى المرادی. فکر، اندیشه یک حرکت است، یک حرکت ذهن. وقتی مطلبی برای ذهن مطرح میشه، ذهن میره اول سراغ اون عناصر نخستین آگاهی که در ارتباط با این موضوع مطرح شده برای او هستند و بعد از اونجا دو مرتبه میاد تا برسه به یک آگاهی جدید که میخواست به دست آورد. ذهن، یعنی فکر اینه، اندیشه اینه که ذهن وقتی با موضوعی، با مسئلهی روبرو می شود، سراغ آگاهی های نخستین، عناصر نخستین آگاهی که در رابطه با این موضوع هستند می رود. پس از شناخت اونها، اونها را ترکیب می کند به صورت منظم و بر می گردد تا برسد به نتیجه گیری و نتیجه دلخواه و مرادش را به دست آورد.
اون نتیجه ممکن است مستقیما در قلمرو حس نباشد. الان این طوره که خود الکترون و پروتون هنوز هم در قلمرو حس ما نیست، یعنی امروز با استفاده از آخرین ریزبین ها و ذره بین ها هنوز ما نمیتوانیم بگیم چیزی به نام الکترون یا پروتون را میبینیم، و چون مخصوصا به این به سرعت زمان برمیگرده، اینه که اگر یه روزی بخوایم ببینیم باید این ریزبین های ما ریزبین هایی باشن که بتونن سریعتر از اون که خود الکترون و پروتون کار میکنه در درون اتم حرکت کنن. حالا این داستان مفصله. اون که امروز میگوین ما الکترون داریم، پروتون داریم، نوترون داریم، چی داریم چی داریم در داخل یک اتم، این استنتاجه. یعنی ما به وسیله ریزبین ها و ذره‌بین های الکترونیک بسیار قوی در داخل اتم حرکاتی میبینیم که از اونها استنتاج میکنیم بودن یک هسته با بار مثبت را، و میگیم این پروتون است، و بودن یک هسته های با بار منفی را میگیم اینا الکترون است. بنابراین آگاهی که امروز این همه شما جز مسلمات میگیرید، الکترون، نوترون، پروتون، امثال اینها، این آگاهی های مسلم از چرا به دست اومد؟ از راه حس؟ نه، از راه استنتاج از حسیات. این عبارت یه بار دیگه میخونیم. استنتاج نتیجه گیری: نخستین آگاهی های انسان از جهان از راه حواس به دست می آید، اونگاه اندیشه او به کار می افتد و با تجزیه و تحلیل و جمع‌بندی آگاهی هایی که از راه حس و جمع‌بندی آگاهی هایی که از راه حس به دست آورده بر بخش های دیگری از این واقعیت گسترده آگاه می شود که مستقیما در قلمرو حس نیست. اما از این که اصولا اینا حسی نباشن، یعنی هیچ وقت قابل احساس نباشن، یا نه ممکن است اگر پیش بریم قابل احساس باشن ولی الان برای او حسی نیستن. این هم توضیح این بخش، و وقت ما تمام است. تا دیدار هفته آینده انشاءالله سر ساعت 4:30 که تا 6:30 بتونیم برنامه‌مون رو ادامه بدیم. خدا نگهدار شما.